فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر IFRC می گوید در حالی که افغانستان با بدترین وضعیت بشری در جهان مواجه است، با توجه به احتمال تغییرات اقلیمی و رویدادهای طبیعی در روزهای باقی مانده بهار امسال، احتمال ویرانی های بیشتری در این کشور وجود دارد. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش جدید خود نوشته است که احتمال بارش باران‌های بیشتر در شب‌ها و روزهای آینده به ویژه در مناطق مرکزی، جنوبی، شرقی و نواحی جنوب غربی افغانستان به میزان 30 میلی‌متر وجود دارد. این فدراسیون در گزارش خود به نقل از هلال احمر افغانستان نوشته که از 16 تا 26 آوریل دست کم 41 نفر بر اثر سیلاب و حوادث طبیعی در 24 استان افغانستان کشته و 84 نفر زخمی شدند. همچنین در این رویدادها به 8200 خانه آسیب رسیده و بیش از 5000 دام از بین رفته و حدود 80000 هکتار زمین زراعتی تخریب شده است. این سازمان امداد رسان می افزاید که بر اثر سیل زیرساخت‌های عمومی از جمله جاده‌ها، مدارس، پل‌ها و پلچک‌ها نیز آسیب دیدند. این در حالی است که هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد بارندگی‌های ماه آوریل سال جاری در افغانستان را دست کم در 40 سال اخیر بی سابقه خوانده است. سلطان علی جاوید کارشناس مسائل سیاسی از فرانکفورت با ما همراه هستند تا توضیحات بیشتری را در رابطه با آنچه که در افغانستان می‌گذرد به اطلاع ما برسانند. آقای جاوید سلام عرض ادب. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت بینندگان و شنوندگان شما. در خدمتم. ممنونم آقای جاوید. وقوع سیل اخیر در افغانستان چه آسیب‌هایی به کشور و مردم افغانستان وارد کرده؟ بله خیلی ممنون. متاسفانه افغانستان یک کشور است که تقریبا هر 5 سال دچار یک آفت زدگی از ناحیه باران و سیلاب و اینا میشه. این واقع هر 5 سال در افغانستان تقریبا صورت میگیره و باعث تباهی و بربادی هم مردم معاشی و مخصوصا زیرساخت ها و زراعت میشه. خب نظر به سوال شما میتونم عرض کرد که سیلاب های اخیر میتونه مثلا در درآمد ناخالص ملی افغانستان مخصوصا در زراعت و مخصوصا در بخش میوه ها بسیار آسیب کلان رو برسانه که تقریبا وابستگی اقتصادی مردم افغانستان به تولیدات زراعتی و مخصوصا میوه هاست که در این فصل وقتی که باران میاد تقریبا همه چیز نابود میسازه. یک موضوع. موضوع دوم، اونچه که سر موضوع دوم تاثیر میگذاره، افزایش بیکاری فقر میان مردم دیهات است که ما اطلاع داریم که در افغانستان 77% مردم در دیهات ها زندگی میکنند و همین مردمان کلن آسیب پذیر هستند. و موضوع دیگه هم است که این سیلاب ها باعث خواهد شد که مردم بیشتر طرف شهرها هجوم بیاره، در شهرها دنبال کار بگشته و در بیکار کار پیدا نشه و از مشکلات های اجتماعی دیگه به وجود میاره و کلانتری مشکلی که به وجود میاره ممکن مخاطر مردم به خاطر امرار معاش و اقتصاد دست به مهاجرت های غیر قانونی در کشورهای همسایه بزنند. بله آقای جاوید، برای جلوگیری از بروز خسارات بیشتر چه تمهیداتی و توسط مردم و دستگاه های دولتی افغانستان انجام میشه؟ خدمت شما شد که بحث دولت شد. من فکر کنم که یکم وقتی که در موردش صحبت بکنیم، ما یک نظامی به نام طالب بانی در اونجا داریم که اینا داره مثلا روی اونجا حکومت میکنه و این طالبا قادر به بحران یا مدیریت بحران نیستن متاسفانه. یعنی توقع نداشته باشیم که در اونجا دولت باشه یک اینا رو مدیریت. طرحی که من به عنوان یک کسی که در این مقدار کار کردم یک مقدار از نزدیک بودم میتونم چند موضوع رو مطرح بکنم، پیست که باید برنامه های توسعه جنگلات را راندازی بکنن، چون در افغانستان به علت مشکلات سوخت و نیازمندی های مردم به خاطر گرمایش زمستان اینا عموما جنگلات را قطع میکنه، بوته هایی که در کوه هاست قطع میکنن. بنابراین باید برنامه ملی با پشتوانه مالی و علمی یک نهادهای بین المللی
قرآن داده شد که اونا در سر موضوع توسعه جنگلات قطع جنگلات کار بکنه و بیشتر مدیریت و استفاده درست از منابع آب و بخاطر بازسازی اکوسیستم ها بیشتر فعال باشه و در به شکل طبیعی راه بیرون رفت از تغییر اقلیم و توسعه زراعت باید بیشتر روش تکیه بکنن، چون جنگلات قطع میشه و من وقتی که سیلاب از کومه تمام چیز پایین که میاره زراعت خراب میکنه. بنابراین باید روی موضوع جنگلات یکم بیشتر کار شد تا در جنگلات در کوه حفظ کردند. بله، با توجه به اینکه مردم افغانستان پس از حکومت طالبان با مشکلات زیادی روبرو شدن، چه راهکارهای داخلی و بین المللی برای حل مشکلات افغانستان میشه پیشنهاد داد؟ خب فکر میکنم که در مورد بعضی مسائل مثل آسیب هایی یا مثلا تغییر اقلیم یا مثلا توسعه زراعت اقتصاد نیاز به است که یک نظام درست افغانستان به وجود بیاید. با فکر اونم که طرحهای بسیار خوب از طرف ملل متحد جامعه جهانی روی میز طالبان گذاشتگی است که متاسفانه طالبان تا اناز تمکین به این طرحها نمید. او طرحهای برات از است که در قدم اول طالب باید به طرحهای بینالمللی به خاطر ایجاد یک دولت همشمول باید تن بیته و قبول کنه و حرکت کنه به سمت تکثرگرایی. دومین موضوع دست به دست دادن همه مردم افغانستان به خاطر ایجاد یک دولت مدرن ملی است که باز در قالب از اینا میشه که مشکلات های داخلی مشکلات های محیطی را حل کنه. و موضوع سوم هم میتونه اصلا جامعه ملی نیز داشته باشه که ما داریم با مشکلات تروریسم رو برستیم، مشکلات نابودی مردم رو برستیم، مشکلات طبیعی است که داره مثلا همه چیز از بین برده روانی است و نیاز به است که یک همکاری بین المللی صورت بگیره تا بیتن مردم افغانستان از این وضعیت خود نجات بدن. و در فکر منم که طالب ضعف در دولتداری داره، ضعف در مدیریت بحران‌های داخلی و خارجی داره. با این وضعیت نمیتن تا خودش سن مبتن در روی بعض مشکلات های محیطی غالب بیاییم. بله، با تشکر از سلطان علی جاوید، کارشناس مسائل سیاسی که از فرانکفورت با ما همراه بودند.